سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 ماه دل و سال 1397 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. نامه رئیس جمهور غنی به دونالد ترامپ. اشرف غنی میفهمد که بازنده اصلی مذاکرات صلح است و با این نام نویسی ها میخواه برای بقای خودش تلاش کنه. حاکمیت حکومت بر 53.8% از خاک افغانستان بر بنیاد گزارش سیگر. در تمام ولایات و ولسوالی‌ها ادارات حکومتی فعال هستند. اینا بر مردم افغانستان عرضه خدمات میکنند. خود همچنان قطر و پشتیبانی از حراس افغانان نسوی یک دیپلمات اماراتی. قطر وکړی شو چې حداقل طالبانو ته کور ورکړي، ځایګاه ورکړي، د خبرو مسله او مسیر معلوم کړي. برباری های پیهم و خوشبینی ها به کاهش خشکسالی ها در سال آینده. و ادامه اعتراض های از ضد حکومت در ونزوئلا. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی در نامه به دونالد ترامپ از وی خواسته که روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان آهسته بسازد. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که رئیس جمهور غنی در این نامه پیشنهاد کاهش مصارف حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان داده. بر بنیاد این پیشنهاد رئیس جمهور غنی نیز شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش خواهد یافت. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح در مسیر درست و پیش میروند و تا کنون درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نیز مبارزه با حراس افغانی پیشرفت‌های بزرگ به دست آمدند. اما به گفته او در این روند همه چیز در محضر عام انجام نمی‌شود. کریم امینی گزارش می‌دهد. نیویورک تایمز می نویسد که سه مقام فرستادن این نامه را به دونالد ترامپ تایید کردند. بر بنیاد پیشنهاد رئیس جمهور غنی در این نامه مصارف نیروهای آمریکایی در افغانستان 2 میلیارد دلار در سال کم خواهد شد و نیز شمارشان از 14,000 تن به 3,000 تن کاهش خواهد یافت. اشرف غنی میفهمد که بازنده اصلی مذاکرات صلح است و با این نام نویسی ها میخواه برای بقای خودش تلاش کنه. در این هم شکل نیست که خروج عجولانه میتونه باعث یک جنگ داخلی دیگر شود. رئیس جمهور غنی این نامه را پس از گفتگوهای 6 روزه زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و دیدار سردش با آقای خلیلزاد در ارگ به دونالد ترامپ فرستاده است. اما روشن نیست که آیا دونالد ترامپ این نامه را دیده است یا نه. ترامپ به منافع اولیای کشور خود بیشتر میاندیشه به غیر از زمامدارای ما. متاسفانه ای که چنزنی میکنه آقای غنی که ما قیمت مصارف تا اینجا پایین میاریم و ای کار میکنیم این برای ایالات متحده آمریکا بسیار یک چیز مسخره است. رئیس جمهور در این نامه از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از میدان نبرد پس از نزدیک به 2 دهه ابراز نگرانی کرده است و کنترل اوضاع را دشوار گفته است. که چوک فکر کهی چه پا اشرف غنی بانده با بلگند و مکم آیده امزا که اما وینا بازی داره خم ننگین کار بزنکو. همزمان با افزایش بی پیشینه تلاش های صلح دیده می شود که کشیدگی ها و نیز پیچیدگی ها در این روند نیز به گونه بی پیشینه بیشتر شدند.
با این همه زلمه خلیلزاد در تازه ترین سخنانش درباره صلح افغانستان میگوید که در گفتگوهایش با نمایندگان طالبان پیشرفت های بزرگ به میان آمدند و این گفتگوها به خوبی به پیش می روند. در گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده که در سه ماه اخیر سال 2018 میلادی حکومت بر 53% از خاک کشور حاکم بوده است. در این گزارش سیگر آمده که در سه ماه اخیر سال گذشته میلادی شمار نیروهای امنیتی به پایین ترین حد آن در 4 سال گذشته رسیده بود. در همین حال بر بنیاد این گزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان شمار ولسوالی های زیر منازعه نیز افزایش یافته. حسیبه اتکپال گزارش می دهد. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر حکومت افغانستان بر 53.8% خاک کشور حاکم بوده است که 63% باشندگان کشور در بخش‌های زیر حاکمیت دولت زندگی می‌کنند. اما 47% خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. در این گزارش همچنان آمده است که در 3 ماه اخیر سال 2018 شمار نیروهای امنیتی به پایین ترین حد آن در 4 سال گذشته رسیده است. این گزارش به نقل از مأموریت حمایت قاطع میگوید که در 3 ماه اخیر سال 2018 میلادی 7 ولسوالی از حاکمیت حکومت بیرون شده است. 33% ولسوالی های کشور زیر منازع هستند و در نیمه دوم سال 2018 میلادی حمله های طالبان 6% کاهش یافتند. اکثریت قاطع از ولسوالی ها در تمام ولایات و ولسوالی ها به ادارات حکومتی فعال هستند. اینا بر مردم افغانستان عرضه خدمات میکنند. این در حالی است که در 3 ماه اخیر سال 2018 میلادی گفتگوهای صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته بود. باید فعالیت های نظامی رو بیشتر بکنیم، اما از جانب دیگر تلاش های دیپلماتیک و سیاسی رو باید افزایش بدیم. ما فکر میکنیم که متاسفانه حکومت افغانستان در هر دو زمینه ناکام بود. از نقطه نظر تکنیکی ما رو ببینی، سلاح و وسایل ما بالاتر از دشمن باشه و سیوم هم تبلیغاتی را که امریکا راجع به خروج سربازان خود میشه میکنه این باید نکنه، به خاطر اینکه همه به نفع طالب است و بالای مرال مردم تاثیر میکنه. پدیده ای را که در محیط به نام دشمن تعریف میشه این را به شبه باید نگیرند، برای اصل هدف تمرکز بکنند. جنگ ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در حال جریان دارند که در چند ماه گذشته تلاش ها برای صلح بیشتر شدند. سفیر امارات متحده عرب در هند قطر را به پشتیبانی از هراس افغانان متهم می سازد. احمد البنا قطر را یک تهدید می داند و می گوید که این کشور از هراس افغانان میزبانی می کند و آنها را به کشورهای دیگر می فرستد. اما وزارت خارجه می گوید که امارات و قطر تلاش دارند تا برای صلح افغانستان گفتگو میان حکومت و نمایندگان طالبان را زمینه سازی کنند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز چند روز پیش از تلاش های قطر برای صلح افغانستان ستایش کرده بود. در این باره هم حسیبه اتکپال گزارش دارد. احمد البنا سفیر امارات متحده عربی در دهلی نو در یک نشست خبری قطر را به حمایت از هراس افغانان متهم می سازد و این می گوید که قطری ها از هراس افغانان میزبانی می کنند و سپس آنان را به کشورهای دیگری می فرستند. هراس افغانان فارغان گوانتانامو هستند. قطر به مداخله در کشورهای دیگر ادامه می دهد و این کشور یک تهدید است. این در حالی است که دوحه و ابوظبی هر دو میزبان گفتگوها میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا بودند، اما پس از نشست ابوظبی طالبان از شرکت در نشست جده خودداری کردند. فکر کوم چې قطر تر اوسه پورې کامیاب دی، سعودي عربستان او امارات ناکام دي. بهتره دا ده چې سعودي عربستان او امارات خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان سوله پروسه نور هم سري کړي، امید یې کړي او ګټوره کړي. اما این دیپلمات امارات متحده بر تلاش‌های این کشور برای خشکانیدن ریشه‌های هراس افغانی در منطقه تاکید ورزیده است.
شک و شبه ها را در خصوص ای که کی واقعا تروریسم است، تروریست است، کی تروریست است و تا شاید اینا میتونن ضربه بزنن بر روند صلح در افغانستان. مر یوش پده مخه در قطر هیئت چرا غلی و دلی کابل ته در غصر کشی نستلو در غو دیر شن نظریات با در افغانستان در موضوع پا بابندی، در افغانستان در مشکل در حل پا بابندی. در همین حال وزارت خارجه می گوید که از هر تلاشی برای رسیدن به یک صلح پایدار در کشور استقبال می کند. هر کشوری که ما را برای رسیدن به صلح کمک بکنه با در نظر داشت رهبری و مالکیت افغانستان استقبال می کند. قطر در سال 2013 میلادی در دوحه برای طالبان دفتر سیاسی گشود و تا کنون چندین بار میزبان گفتگوها میان طالبان و نمایندگان امریکا بوده است. فریده مومن معاون احمد ولی مسعود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید می‌ورزد و می‌گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید قربانی روند گفتگوهای صلح گردد. بانو مومن تأمین صلح را یک روند بسیار پیچیده و زمانگیری می‌داند و می‌گوید که صلح به اجماع ملی به دست نخواهد آمد و در گفتگوهای صلح تمامی شهروندان به ویژه زنان باید نقش برازنده داشته باشند. انیسه شهید گزارش می‌دهد. از هنگامی که در سال 1368 هجری خورشیدی از دانشکده پزشکی کابل فارغ شده است، آموزگاری و پزشکی کار اصلیش بوده است. او میگوید هنگامی که در ولایت تخار پزشک بود، نخستین زنی بود که 3 سال را همچون گوینده برنامه‌های بهداشتی و زنان و جامعه در رادیوی تخار کار کرد. وزارت تحصیلات عالی کاملا یک وزارت مردانه بود. اصلا زنان در پست های بلند ریاست ها فرزن نبودن. ما برای بار اول 4 زنم من حیث رئیس در خود وزارت تحصیلات عالی به کار گماشتم. بانو مؤمند بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت تعیین شده تاکید می‌ورزد و می‌گوید که در گفتگوهای صلح ارزش‌های 17 سال گذشته به ویژه حقوق زنان نباید نادیده گرفته شوند. هم مسئله صلح یک نیاز جدی کشور است و هم مسئله انتخابات هم خب با توجه به فضای موجودی که حاکم است مسئله انتخابات هم باید بهش به صورت جدی پرداخته شود، یعنی یکی قربانی دیگری نشم. سلام به همگی. سلام علیکم. فریده مومند از بنیادگذاران اتحادیه پزشکان و کارمندان بهداشت است. او در انتخابات گذشته مجلس نمایندگان به نمایندگی از همین اتحادیه نامزد انتخابات مجلس نیز بود. وی مادر 4 فرزند هست. با سطح یک رهبری که یک خانم مبارز می باشه و صادق می باشه در مقابل فساد اداری، امون مبارزه خود که می کنن مردمش از پیشان مطمئن بودن. فریده مومند در سال 1344 هجری خورشیدی در کابل به جهان آمده است و در مکتب رابعه بلخی آموزش دیده است و یکنون مسئولیت یک نهاد مددرسان را به عهده دارد و معاون احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. برواری های پیهم کابل باشندگان این شهر را دلشاد ساختند. پایتخت نشینان با استقبال گرم از چهارمین برف کابل در نیمه نخست زمستان میگویند که برواری های امسال نگرانی های آنان را درباره آلودگی هوا نیز کاهش داده. در همین حال برواری های امسال بازار خوراک های زمستانی را نیز گرمتر ساختند. نبیل اشرفی در این باره گزارش دارد. از بامدادهای برفی که معمولاً با پاک کردن برفهای آرام گرفته بر بامها و جاده ها آغاز می شود. جوانان که برف آنان را گرده هم آورده است. احساس خوشی می کنیم که همه برادرهای ما قطعه که دیگر ساتری دارن. از قدیم ها گفته شده است که روزهای برفباری اعضای خانواده ها را گرده هم می آورد و این گرده همایی های خانوادگی در گذشته بیشتر با قصه های بزرگان خانواده همراه می بودند و اکنون بیشتر با تماشای برنامه های تلویزیونی می گذرند. از بزرگای ما شنیده بودیم که همچه چیز را طفلا زیاد دوست داشت که از برف همراه با گر که متاسفانه امروز گر نبود همراه با قیماق و بوره ما میکس میکردیم. طفلک ها بسیار با شوق و علاقه میخوردن.
با این همه برفباری های پی همه کابل بازار خوراکه های زمستانی را نیز گرمتر ساخته است و تقاضا برای کلپاچه، لاندی پلو و چاینکی بیشتر از خوراکه های دیگر شده است. اینجا اکثرا ما شوروا پخته میکنیم، پاچه پخته میکنیم، جگر پخته میکنیم، تخم مرغ هم پخته میکنیم. باز در اکثر در زمستان باز مشتری از پاچه زیادتر است. برخلاف سال گذشته، تنها در یکونی ماه نخست زمستان امسال کابلیان شاهد چهارمین برفباری بودند و همان گونه که از گذشته ها گفته شده است کابل بی زر باشد اما بی برف نه، کابلیان از این برفباری ها شادمانه استقبال کردند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. هزاران تن از مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر به جاده ها برآمدند و بر ضد حکومت او شعار دادند. معترضان از ارتش ونزوئلا میخواهند که با خان گوایدو که خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا میداند بپیوندند. سوی هم رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که از قدرت کنار نمی رود. او پشتیبانی روسیه را از حکومتش می ستاید. همزمان با این یک نماینده خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا برای دیدار با سناتوران آمریکایی به واشنگتن رفته. در ادامه بحران سیاسی در ونزوئلا، مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور بار دیگر به جاده های کاراکاس برآمدند و خواستار کنارگیری مادورو از قدرت شدند. بیشتر اعتراض کنندگان پزشکان هستند که از کمبود دارو و وسایل دیگر پزشکی در شفاخانه هایشان شکایت دارند. ما در شفاخانه ایمان پزشک و سازوبرگ های پزشکی نداریم. اکنون ما در برابر شفاخانه کودکان هستیم. کودکان در اینجا می میرند زیرا خاروبار برای آنان نیز وجود ندارد. در ادامه مخالفت ها با حکومت ونزوئلا، اسپانیا نیز از آن انتقاد می کند. اسپانیا نمی خواهد که این حکومت حذف شود و حکومت دیگر جای آن را بگیرد. آنچه حکومت اسپانیا می خواهد یک روند دموکراتیک است که بر بنیاد یک انتخابات عادلانه و شفاف برگزار شود. اما رئیس جمهور ونزوئلا می گوید که پشتیبانی بسیاری از کشورها را به شمول روسیه دارد. ما پشتیبانی کامل روسیه را داریم. ما از این پشتیبانی بسیار شادمان هستیم و آن را می ستاییم. من از رئیس جمهور پوتین می خواهم که به گونه دوامدار با ما باشد. از سوی هم دونالد ترامپ در یک پیام تویتریش نوشته است که با خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا گفتگو کرده است و ریاست جمهوری موقت را به او تبریک گفته است. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. هوای سرد و برفباری های سنگین در بخش های شمالی ایالات متحده جان 6 تن را گرفتند. اکنون دمای هوا در بخش های شمالی امریکا به منفی 23 تا منفی 30 درجه سانتیگراد رسیده است. اما گفته می شود که دمای هوا در روزهای آینده به منفی 46 درجه سانتیگراد خواهد رسید. آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی مجرای مالی ویژه را برای حفظ روابط بازرگانی با ایران رسما اعلام کردند. هدف از ایجاد مجرای ویژه مالی فراهم ساختن امکانات به شرکت‌های اروپایی برای داشتن روابط بازرگانی با ایران است. جشنواره فانوس‌های بادی در شهرهای گوناگون چین برگزار شده است. در این جشنواره شهرهای چین با فانوس‌های بادی آراسته شدند. این جشنواره هر سال از بحر بزرگداشت از سال نو چینی در این کشور برگزار می‌شود. خبرهای اقتصادی لحظات بعد. چند خبر اقتصادی.
رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و آتش نشانی میگوید که پس از این در نظر گرفتن نکات امنی در مرکزهای بازرگانی و ساختمانهای رهایشی اجباری خواهد شد و غیر معیاری بودن ساختمانها و بازارها را علت اصلی آتش سوزی های اخیر در کابل و چند شهر دیگر کشور میگوید. از سوی دیگر شورای بازرگانان مندهی کابل میگوید که کوتاهی ها و ناتوانی های ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و آتش نشانی باعث شدند که بر رویدادهای آتش سوزی زود رسیدگی نشود. روح الله آرمان گزارش می‌دهد. برخی از مسئولان حکومتی اینجا به مندهی کابل آمدند تا با دکانداران و بازرگانان این بازار روی جلوگیری از آتش سوزی گفتگو کنند. رئیس عمومی رسیدگی به حوادث با آتش نشانی میگوید که 99% ساخت و سازها در کابل غیر معیاری هستند و همین وضع از یک سو باعث آتش سوزی ها شده است و از سوی دیگر مشکلات را فراراه نیروهای آتش نشانی به میان آورده است. تمام روز تیمای اطفایوی ما میاین اینجا سروی میکنن و برای دوستا توصیه میکنن که شما اینمی محل غیر معیاری است، شما این تدابیر داشته باشین، ولی متاسفانه کس توجه نمیکنه. خپل دی مارکیټونو د دغو بلډینګونو جوړونکو هغه وسایل لاری ورته جوړی کړی وای، دی وروژنې وسایل پکې یخی وای، بیا به موږ تاسو دومره ډیر زیانونه تاوانونه نه ولیدلی. در همین حال شورای بازرگانان مندهی کابل مسئولان آتش نشانی را با ناکارایی در مهار آتش سوزی ها متهم می سازند. اطفایی که ما داریم نفرهای زحمت خود را می کشند، مگم پایپای زو کونه شده، تاریخش تیر شده، از منزل دو سه بالا و بالا نمی کنه، به درد ما نمی خوره. کسی که در این مارکت پول آورد، اینجا جای بر جای کرد، مارکت در داد، امی آدم باید پیگرد قانونی صورت بگیره کرد. در واپسین رویداد آتش سوزی روز یک شنبه اینجا در مندهی کابل بیش از 450 دکان در آتش سوختند. به گفته شورای بازرگانان مندهی در نتیجه این آتش سوزی بازرگانان در حدود 20 میلیون دلار زیانمند شدند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 10 پول، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 530 و 6 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. میلی پوشان فوتبال امید کشور تمریناتشان را در هوای برفی کابل برگزار کردند. فوتبال بازان 23 سال کشور پیش از این یک اردوگاه تمریناتی و یک بازی دوستانه را برابر 23 ساله های پاکستان در قطر برگزار کردند و اکنون هم تمریناتشان را زیر نظر مشتبه فیض مربی این تیم در کابل دنبال می کند. هدف از برگزاری این تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال امید کشور برای حضور مقتدرانه در رقابت های مقدماتی قهرمانی 23 ساله های آسیای سال 2019 گفته شده است. رقابت های قهرمانی موتای امروز در کابل آغاز شد. در این پیکارها 298 ورزشکار از 25 باشگاه پایتخت در قالب 4 ردی سینی، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم پیکار می کند. هدف از راه اندازی این مسابقات بالا بردن سطح فنی مبارزین گفته شده است. این در حال است که قرار است تا دو ماه دیگر رقابت های تیم ملی این رشته نیز برگزار شود. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 458 به تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره فشار دهید. وقت بخیر.